سرخط خبرها، ترامپ اسرائیل احتمالاً وارد جنگ با ایران می شود. دستور آماده باش نیروی پدافند هوایی عراق. واکنش آمریکا به اظهارات یک مقام سپاه. و رویترز راه اندازی یک مرکز جدید تولید سنتریفیوژ در ایران. مشروع اخبار. ترامپ اسرائیل احتمالاً وارد جنگ با ایران می شود. رئیس جمهور سابق ایالات متحده هشدار داد که هر گونه توافق جدید با ایران می تواند به مفهوم نابودی رژیم صهیونیستی باشد. به گزارش خبر 24، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با انتقاد از عملکرد دولت جو بایدن مدعی شد که توافق دولت بایدن با ایران بدتر از توافق دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود و چنین توافقی میتواند به معنای نابودی رژیم صهیونیستی باشد. رئیس جمهور جنجالی سابق ایالات متحده بار دیگر مدعی شد که دولت بایدن به پوتین رئیس جمهور روسیه اجازه میدهد تا به حصول توافق با ایران کمک کند و در همان حال کرملین را تحریم و با حمله روسیه به اوکراین مخالفت میکند. ترامپ سپس با انتقاد از توافق سال 2015 موسوم به برجام گفت که برجام افتضاح بود، اما توافق جدید با ایران برای صمیمیترین و نزدیکترین همپیمانان ایالات متحده بدتر خواهد بود. دستور آماده باش نیروی پدافند هوایی عراق. فرمانده پدافند هوایی عراق از دستور آماده باش نیروی پدافند هوایی عراق خبر داد. سرلشکر من از سعدی، فرمانده پدافند هوایی عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق با تاکید کرد که به فرماندهی پدافند هوایی و مدیران و فرماندهان و یگانها دستور داده شده که با همه امکانات نظامی کاملا آماده باشند و تجهیزات نظامی و فنی را نیز کاملا آماده سازن. او گفت که این آماده باش برای جبران اشتباهات و نقص‌های سابق و برطرف کردن آنها و آمادگی کامل در برابر چالش‌ها و تهدیدهای هوایی خصمانه محتمل و تضمین امنیت کامل خاک و آسمان عراق است. واکنش آمریکا به اظهارات یک مقام سپاه. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران گفت با وجود اختلاف نظرهایی در خصوص ایران، اما ما برای مقابله با تهدیدات و اقدامات تحریک‌آمیز متحد هستیم. به گزارش تابناک نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت تهران در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سپاه در خصوص گرفتن انتقام از عاملان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: من قصد ندارم حرفای او را تفسیر کنم، اما یادآوری میکنم ما پیشتر هم قاطعانه گفته ایم که از شهروندان خود دفاع و محافظت میکنیم. این شامل مقامات کنونی و سابق آمریکا هم میشود. رویترز راه اندازی یک مرکز جدید تولید سنتریفیوژ در ایران. قطعات ساخت سنتریفیوژ از تأسیسات هسته‌ای کرج به مکانی نامشخص در نطنز منتقل شده است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران در حال راه اندازی یک مرکز جدید برای تولید قطعات سنتریفیوژ در نطنز است. رویترز پنجشنبه 14 آوریل خبر داد به برخی از گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته است که بر اساس آن آژانس در 12 آوریل مرحله نصب دوربین‌های نظارتی در این تأسیسات را به اتمام رسانده و مهر و موم دستگاه‌های ساخت سنتریفیوژ را باز کرده است. این قطعات از تأسیسات هسته‌ای کرج تسا به این مکان نامشخص در نطنز منتقل شده است. بر اساس این گزارش، ایران در 13 آوریل به آژانس اطلاع داده است که این دستگاه‌ها در محل جدید در همین روز شروع به کار خواهند کرد. با این وجود، آژانس در گزارش خود آغاز فعالیت این تأسیسات جدید هسته‌ای را تایید نکرده است.